So what we're going to do now is take a look at the things that happened on the day when Jesus was raised from the dead. امروز میخوام یه نگاهی بندازیم به اون اتفاقهایی که در روز رستاخیز عیسی صورت گرفت. It can be quite difficult to see how the different accounts fit together. و این متفاوت هست، حالا توی قسمتهای مختلف به شکلهای مختلفی هم عنوان شده. What I'm going to try to do is to show one possible way that they can fit together. ولی ما سعی می‌کنیم که اونی رو در موردش صحبت بکنیم که بیشتر به حقیقت و واقعیت نزدیک بوده و فکر می‌کنیم که اتفاق افتاده. Now, it could have happened in the order that I have the events, but there are other orders that are also possible. و علاوه بر اون خب حوادث و اتفاقهای مختلفی هم بود که مصادف بود با اون روز که ما سعی می‌کنیم اون رو باز اونی که به حقیقت نزدیک‌تر هست رو در موردش صحبت کنیم. And I've put some times up for when things could happen, and those are even more uncertain. و بله، چیزهایی که اون زمان اتفاق افتاده توی اون لحظه به شکل‌های مختلفی بوده که اشخاص مختلف به شکل‌های مختلف هم اون رو روایت کردن. So, some of the times could be 2.5 hours earlier or 2.5 hours later. خیلی از اونها توی زمانهای مختلف توسط اشخاص مختلف صحبت شده و در موردش یه سری توضیحات دادن. But they could have happened at the times that I've got on my presentation. که البته زمانش هم دقیقا مشخص نیست و حالا اون چیزی که ما توی این پاورپوینتمون ارائه میدیم بر اساس زمان منظور این هستش که کامل صحبتی نمیشه. Right, so let's start off by looking at the places in Jerusalem. همونطور که توی این اسلاید شما مشاهده می کنید مکانهای مختلفی رو نشون میده که بر اساس اون عیسی توی جایگاه های مختلفی قرار گرفته. So that's a map of Jerusalem at the time of Jesus. اولین جایی که بود همون سوری برادر It's Jerusalem at the time when Jesus was there. It's of course got a lot bigger since then. اولین منطقه هم منطقه اورشلیم بودش که عیسی توی اون منطقه توی اون جایگاه قرار گرفت و اتفاقات از اونجا شروع میشه. And these are places that the archaeologists have worked out Jesus could have visited. و اونجا کارهایی رو انجام دادن و یک سری حالا صحبت هایی بود که عیسی به همراه شاگردانشون که اونجا بودن اونها رو انجام میدادن، حالا مثل دعا و موارد دیگه و یک سری اتفاقات از اونجا شروع میشه. In fact, he visited all these places sooner or later. و همونطور که مشاهده میکنید توی این شکل هم توی قسمت های مختلفش اتفاقهای مختلفی میفته. So, Bethany, let's pick this one first. Bethany is here on the other side of a hill that's up on the east side of Jerusalem. و این نقطه بتانی یک سرزمینی بوده که بخشی از همون اورشلیم بوده که در اون عیسی به همراه شاگردانشون اونجا قرار گرفتن و عبادتها و دعاهاشون رو انجام میدادن. And that's where Jesus and his disciples had been staying in the week before Jesus was crucified. و این نقطه بودش که در اون شب که آخرین روز هفته هم بود عیسی به همراه شاگردانشون اونجا بودن قبل از اینکه بخوان اون روز قربانی رو که همون روز جمعه بوده بخوان فردای اون روز بخواد انجام بشه. این بتانی اون شهری بوده که اونها توی اون قرار داشتن شب قبل از به صلیب کشیده شدن. We've got Herod, who was the king of Galilee, had a big house in Jerusalem. That's this one. و توی یک قسمتی از همین اورشلیم یک
منطقه هستش که اونجا پادشاه اونجا زندگی می کرده که کاخ اون بوده. And this is the upstairs room where Jesus ate the last supper with his disciples. که در واقع توی قسمت طبقه بالای اون کاخ اونها عیسی و شاگردانش رو فرا میخونن که در رابطه با محاکمه و اینها بخوان صحبت بکنن. Here we have the place where Pontius Pilate, the governor, ruled from when he was in Jerusalem. و توی این نقطه ای هم که دارن روی شکل نشون میدن اونجا پایتخت و جایگاه پیلاتس بوده که از پادشاهان بوده. And these are the most likely sites for where Jesus was crucified at Golgotha and his و tomb. yes, sorry. و در قسمت اون بالا هم که روی شکل مشاهده می کنید جایی بوده که مسیح بعد از اینکه اون در واقع به بعد از اینکه به صلیب کشیده میشه جسد اون رو توی این نقطه به خاک میسپارن. Right. Now, what I've done is I've added two more places. We know that they existed, but we've no idea where they were. همونطور که مشاهده میکنید جایگاه های مختلفی وجود داشته ولی اون چیزی که از همه مهمتر هست و قطعی هست همون جایی هستش که اقامتگاه جان بوده و که از یاران عیسی بوده و مقبره عیسی که جایگاه مشخص خودش رو داره و بقیه نقاط و قسمت هایی رو که مشاهده میکنیم. So this one is the house of Johanna, where his family would have been staying, but not Johanna himself until later. یوحنا یا همون جان این جایی بودش که توی این نقطه قرار داشته و خب جایی زندگی می کرده که می تونسته همه چیز رو مشاهده بکنه و از نزدیک همه شاهد تمام اون اتفاقاتی بوده که اون روز می افته. And here we I've got a house belonging to a man called Cleopas who appears in the account of the resurrection. و اون روزی بودش که اون رستاخیزی عیسی اتفاق میفته یعنی بعد از اینکه به صلیب کشیده میشه و رستاخیزی صورت میگیره اون تمام اون لحظات رو بوده و تمام اونها رو یادداشت کرده. Now I have no idea where those actually were. I put them there because that way the it stops people crossing over when they walk around Jerusalem. البته ما دقیقا نمیدونیم که حالا این توی چه زمانی و روی تایم اون زمانیش زیاد ما چیز نداریم تمرکزی نداریم و مهم اون اتفاقاتی هستش که افتاده. So what I'm going to do, though, I'm going to do a diagram that represents that without showing all the pictures of Jerusalem. همونطوری که مشاهده می کنید این رو می تونیم مثل یک دیاگرام در نظر بگیریم که از یک نقطه شروع میشه و میرسه همگی اونها منتهی میشن به اون سرزمینی که مسیح در اون به صلیب کشیده میشه که همون اورشلیم هست. Yeah, but I've got the same places. I've added one more, which is Emmaus. یکی از اونها اماوس هستش که روی اون دارن کلیک میکنن. That's a village about 12 kilometers from Jerusalem. این یک نقطه بوده که یک منطقه بوده که این در نزدیکی اورشلیم بوده. So, the people. Right. I'm afraid I haven't put them in their names in Farsi. These are the people who move around Jerusalem on the day of the resurrection. و در این قسمت هم اسامی رو داریم که در اون روزی که عمل رستاخیزی عیسی صورت میگیره اونها اون زمان حضور داشتن. So let's do them one at a time. We've got Mary Magdalene.
مجدلیه. یکی از اونها مریم مجدلیه بوده. And we know that she left John's house to go to visit the tomb, so she must have spent the night at the house with John and a few other people. و می دونیم که اون خانومی بوده که مریم مجدلیه کسی بوده که در خانه یوحنا بوده و حالا اون شبی که مسیح رو به خاک میسپارن در قبر میگذارن و وقتی که اون بر میگرده و میره به اون مقبره مراجعه میکنه میبینه که اونجا خالی هست و در واقع میاد و گزارش رو میده به اونهایی که توی خونه یوحنا بودن، حاضر بودن. Mary, the mother of Jesus, was also staying in John's house. مریم مادر مسیح هم از جمله کسایی بوده که اون روز توی خانه یوحنا زندگی میکرده و حضور داشته. But she doesn't go out on the day of the resurrection, so I haven't included her in the people. مریم مادر مسیح هم اون روز رستاخیز بوده، حضور داشته، ولی اون عذر میخوام اون روزی که به صلیب کشیده میشه حضور داشته، ولی اون روزی که در واقع اون عمل رستاخیزی اتفاق میفته و اون در اون مقبره و معبد خودش حضور نداشته، مریم اون رو مشاهده نمیکنه. منظور این هستش که میشنوه از طرف مریم مجدلیه این رو. Right. Another one, a woman who was at the cross and goes to the tomb, is the mother of someone called James, Little James, he's called. She's the mother of Little James. و یک نفر دیگه بوده که به اسم سالومه بوده که اون هم مادر یوحنا بوده که اون هم جز اون زنهایی بوده که اون روز حضور داشته در خانه یوحنا. But she's also married to Cleopas, so she's probably in Cleopas's house. و سوری could you please say again? She is married to Cleopas. He is her husband. So she will probably be staying in his house in Jerusalem. و اون بعد از وقتی که ازدواج میکنه، همون سالومه وقتی که ازدواج میکنه بعد از اون و یوحنا رو به دنیا میاره، از بعد از اون با اون زندگی میکنه و توی اون زمان هم که این اتفاقات میفته همزمان در خانه پسرش یوحنا زندگی میکرده و با اونها بوده. So also in John's house, we have Salome. و شخص دیگه ای هم بوده که به نام همون Salome. سالومی که همون مادر چیز بوده، یوحنا بوده، که این هم اونجا حضور داشته. Yes, she's also the sister of Mary, the mother of Jesus. که اون خواهر در واقع خاله مسیح هم محسوب می شده. And we have Joanna, who is one of the women that goes to the tomb, and she is the wife of the household manager for Herod. و جوانا رو داریم که اون همسر یکی از اشخاصی بوده که در کاخ اون پادشاهی که اون زمان بوده زندگی می کرده و اون شخص که مدیر یک قسمتی بوده، جوانا همسر اون بوده که توی اون کاخ زندگی می کرده. So she would probably be staying in the palace with her husband. و اون با همسرش توی اون نقطه زندگی می کردن، توی اون کاخ. John, of course, stays in his own house. و خود یوحنا هستش که به عنوان شاگرد مسیح And Peter is going round with John, so he's probably in that house as well. و همچنین پیتر که یا همون پتروس که از دیگر شاگردان مسیح بوده و در اون روز حضور داشته. Right. Thomas wasn't with the other disciples, so it looks like he wasn't in Jerusalem at all. و یکی دیگه از شاگردان مسیح که توماس بوده که اون توی بتانی اون روز زندگی می کرده و اون لحظه حضور نداشته با اون کسانی که در اورشلیم حاضر بودن. Now, I've put him in Bethany, but in reality we don't know where he was at all. و اون در واقع در
اون لحظه توی بتانی که خارج از اورشلیم بوده زندگی میکرد و اینکه حالا به چه کاری مشغول بود و اون لحظه چی کار میکرده ما در موردش اطلاعی نداریم. I've put him in Bethany because we know that there were friends of Jesus and his disciples in Bethany, and he could have stayed there. و فقط اینو میدونیم که اون توی بتانی بوده و شغلی که داشته چیز بوده، بر اساس همون اونجا کار میکرده و اون روز توی اون اورشلیم نبوده که بخواد شاهد یه سری اتفاقات باشه. Right. Jesus had 12 disciples, but Judas is no longer with them. میدونیم که مسیح 12 تا شاگرد داشته که در واقع توماس هم یکی از اونها بوده. Right, so Judas isn't with them and Thomas isn't with them. که توماس هم به اونها میپیونده، یعنی اون شبی که اونها جمع شده بودن و جام شراب رو در واقع مسیح در موردش صحبت میکنه، اون شب حضور داشته ولی در لحظه که رستاخیزی اتفاق میفته اون روز نبود. And John and Peter, we know, are separate in another house. یوحنا و پتروس هر کدومشون با اینکه حالا خب توی اورشلیم بودن ولی توی خانه های جدا زندگی میکردن. So there are 8 disciples left, and they are probably in the house with the of the upper room where they ate the Last Supper. There are eight disciples remain. And they're probably all together in one house, which is probably the one where they ate the Last Supper. Yes. از بین اون شاگردانی که اونجا بودن، خب 12 تا شاگرد داشتن، تعدادی از اونها روز رستاخیزی حضور نداشتن ولی اون تعدادی که بودن و حاضر بودن حدود 8 نفر از اونها بودن که در واقع اون شاهد اون اتفاقهایی بودن که در اون روز افتاد. And last of all, we've got Cleopas, who's staying in his own house. و این کلوپوس هستش که اون هم در همون خونه زندگی می کرده، با بقیه بوده و شاهد اون اتفاقات محسوب می شده. So let's move on to see what happens on that the day of the resurrection. خب این موارد رو ما بررسی کردیم، حالا برمیگردیم به اینکه در روز رستاخیز چه اتفاقی افتاده. Now, on the Jewish calendar, days start when the sun sets. بر اساس تقویم یهودی میگن که این اتفاق در موقع طلوع خورشید اتفاق افتاده، یعنی خیلی صبح زود. And so, as soon as the sun has gone down, some of the women go out to the market and buy some spices to put on the body of Jesus. لحظه بوده که خب خورشید توی آسمون بوده و خب یه عده میان شروع میکنن به کار کردن و رفتن به دنبال کارهای روزمره خودشون و اون لحظه بوده که اونها تصمیم میگیرن که در واقع مسیح رو به صلیب بکشن. So, could you read, thanks, Mohammed Reza, could you read Mark chapter 16, verse 1? آقای محمد رضا لطف میکنید مرقس باب 16 آیه 1 رو لطف کنید بخونید. بله، با عزت سلام به همگی. چون روز شباد گذشت، مریم مجدلیه و سالومه و مریم مادر یعقوب هنود خریدند تا بروند و بدن عیسی را تطهین کنند. آمین. Right, so let's do it again. Three of the women go out to buy spices and then go back to their houses to prepare them for the next morning. همونطور که گفته شد دوستمون هم خوندن، سه نفر آماده میشن که برن اون چیزهایی که لازم هست رو تهیه بکنن که بتونن بدن مسیح رو با اون بشورن و آماده کنن برای اینکه اون رو توی مقبره قرار بدن. So Joanna doesn't have to do that because she is a wealthy woman. And she's living in a house that she would visit a lot of times in Jerusalem. So she probably had some already stored there.
جوانا شخصی بوده که اون به عنوان کسی که میره و این خرید رو انجام میده و چون یک شخصی بوده که خب حالا یک کمی از نظر روحی آمادگی بیشتری داشته و یک کمی از نظر روحی سالمتر بوده نسبت به مریم مادر مسیح و اون مریم که مادر یعقوب بوده. So the next morning, before the sun has risen, the women go out to visit the tomb of Jesus. روز بعد که خب این خریدار رو انجام داده بودن اونها آماده میشن که برن و اون کار رو که شستن بدن مسیح هست رو انجام بدن. So could you read Matta Boa Bisto Hasht Ayek? I mean, please. بله. بعد از شبات در سپید دم نخستین روز هفته مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن مقبره رفتند. And if could we have Massa read Johanna Boba Beast Ayayik? خانم محسا یوحنا باب 20 آیه 1 این که من بازش کردم خیلی زیاده. من مکاشفه یوحنا رو باز کردم درسته؟ No, نه خود مکاشفه انجیل. نامه اول یوحنا No, in انجیل یوحنا. خود انجیل یوحنا لطفا. اوکی دیدمش دیدم. 1378. انسان انجیل یوحنا انسان شدن انسان شدن کلام در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود همان در آغاز با خدا بود همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت در او حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود این نور در تاریکی می درخشید و تاریکی آن را در نیافت من فکر کنم دارم اشتباه می کنم درست هم می کنم What's in my Bible? اشتباه دارید می کنید Johanna Boba Beast. فکر کنم مقبره خالی رو باید بخونم در نخستین روز هفته سحرگاهان هنگامی که هوا هنوز تاریک بود مریم مجدلیه به مقبره آمد و دید که سنگ از برابر آن برداشته شده پس دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگرد دیگر که عیسی دوستش می‌داشت رفت و به آنان گفت سرور ما را از مقبره برده ایم و نمی‌دانیم کجا گذاشتند That's enough. پس Thank پتروس you. Mamnon. Mamnon. That's two verses. You only wanted one. Never mind. So Mary's gone out from the house where she's staying. Probably she's the person who whose account John is writing down. همونطور که گفته شد وقتی که مریم مجدلیه میره و میبینه که مقبره خالی هست برمیگرده به خانه یوحنا و این رو برای بقیه توضیح میده. But John would see her go out of the house to go to the tomb, and they meet the other women. She meets the other women before they get there. و یوحنا به همراه اون برمیگردن به سمت مقبره که ببینن چه اتفاقی افتاده. And while they are on the way to the tomb, the angel opens it. وقتی که این دو نفر به اونجا میرسن مثل اینکه یک فرشته رو اونجا میبینن مشاهده میکنن که بله مسیح اونجا نیستش و فقط یک فرشته هست که اونجا با اونها صحبت میکنه. So could we read Matta Boba Bisto Hasht Aye Doto Gachahar? برادر امین. بله. 28 آیه 2. بله. ناگاه زمین لرزه شدید رخ داد. زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شد و به سوی مقبره رفت
و سنگ را از برابر آن به کناری غلطانید و بر آن نشست. چهره آن فرشته همچون برق آسمان می درخشید و جامعش چون برف سفید بود. نگهبانان از حراس دیدن او به لرزه افتاده چون مردگان شدند. So the women then carry on to the tomb, and they notice that it's open and empty. و کسایی که رفته بودن و اون اونجا رو دیدن، دیدن که مقبره بله کاملا خالی هست و هیچ خبری از مسیح نیست. So Marco Baba Shunzda ای دو تا چهار. برادر محمد رضا، مرقس آیه 2-4 باب 16 رو لطفا بخونید. باشه چشم. ممنون. پس در نخستین روز هفته سحرگاهان هنگام طلوع آفتاب به سوی مقبره روانه شدند. آنها به یکدیگر می گفتند چه کسی سنگ را برای ما از جلوی مقبره خواهد غلطانید. آمین. Thank you. And that's also in Luke 24. So Luca Baba Bisto Chahara Ido. برادر محسن، لطفا لوقا آیه 2-4 فصل 24 رو لطفا بخونید. برادر محسن. بله صدا میاد. بله. همونجه در راه اماوس دیگه، درسته؟ فصل 24 فصل آیه 22. در همان روز دو تن از آنان به دهکده می رفتند. اماوس نام واقع در دو فرسنگی اورشلیم. ایشان درباره همه وقایعی که رخ داده بود با یکدیگر گفتگو می کردند. همچنان که سرگرم بحث و گفتگو بود. بیست و چهار ای دو. لوکا بابا بیست و چهار ای دو. لوگو آیه متوجه شدی؟ لوقا 24 دیگه، صفحه شو میشه 1374 میشه آیه دو. بله. آیه لوقا آیه دو میشه. بله. صفحه 1374 آیه دو. همون من 1374 آیه دو دارم میخونم دیگه. I say, Dr. John, You should say they found the stone rolled away from the tomb. درسته، درست دارن میخونن چون سنگر دارن میقلتونه. درسته، ادامه بدید یه بار دیگه بخوننش. در همان روز دو تن از آنان به دهکده میرفتن. اماوس نام واقع در دو فرسنگی اورشلیم. ایشان درباره همه نه 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 that's chapter 13. That's verse 13. That's سیزده ای دو. صفحه شو میشه لطف کنید روی آیه ۱۷۴۲۴ دو. اما دیدن سنگ جلو مقبره. مهندس جان. دکتر، he's reading right. He was reading about Emmaus. میگن که یه doesn't happen until verse 13. جا انداختید. سلام عصر خواهم. میخواییم من بخونم؟ ممنون میشم. 1374. 1374 دیگه، درسته؟ باب 24 آیه 2. اما دیدن سنگ جلوی مقبره به کناری غلطان دیده شده است. آمین. That's it. Thank you. ممنون. We've already read Johanna, so I'll leave that one out. And if we read Johanna Boba Beast a door, Mary Magdalene goes back to John's house. So that's Massa. بله خانم مهسا، می خونید لطفا؟ کجا رو بخونم؟ آیه سای دکتر جان، کوی جو پلیز سی اگین یوهانا بابا بیست ای دو. اوکی.
پس پتروس همراه با آن شاگرد دیگر بیرون آمد و سوی مقبره روان شد و هر دو با هم می دویدن. اما آن شاگرد دیگر تندتر رفته از پتروس پیش آمد، افتاد و نخست به مقبره رسید. پس خم شده نگریست و دید که پارچه های کفن در آنجا هست، اما درون مقبره نرفت. شمعون پتروس نیز از پی او آمد و درون مقبره رفته، دید که پارچه های کفن در آنجا هست، اما دستمالی که گرد سر عیسی بسته بودند نه در کنار پارچه های کفن بلکه جداگانه تا شده و در جای دیگر گذاشته شده است. پس آن شاگرد دیگر نیز که نخست به مقبره رسیده بود به درون آمد و دید و ایمان آورد، زیرا هنوز کتب مقدس را درک نکرده بودند که او باید از مردگان برخیزد. آنگاه آن دو شاگرد به خانه خود بازگشت. Right, thank you. Yeah. So she's gone back to tell Peter and John what she's seen. اون دو نفر برگشتن به خانه جان و پیتر و تمام اتفاقاتی رو که دیده بودن رو برای اونها توضیح دادن. But she hasn't been into the tomb yet. و اون اتفاقاتی رو که دیده بود رو برای اونها توضیح داد که چیزی رو ندیده اونجا. اونجا رو خالی دیده. But the other women do go into the tomb. There they find angels. جز اینکه اونها فقط یک فرشته رو دیدن اونجا که صحبت میکرد. So if we could you read Mata Baba Bisto Hasht Ai Panj To Hasht? بله حتما for sure. آنگاه فرشته به زنان گفت هراسان مباشید، می دانم که در جستجوی عیسی مصلوب هستید. او اینجا نیست، زیرا همان گونه که فرموده بود برخواسته است. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید. سپس بیدرنگ بروید و به شاگردان او بگویید که او از مردگان برخواسته است و پیش از شما به جلیل می رود و در آنجا او را خواهید دید. اینک به شما گفتم. پس زنان با هراسی آمیخته به شادی عظیم بیدرنگ از مقبره روانه شدند و به سوی شاگردان شتافتند تا این واقعه را به آنان خبر دهند. So if you read Mark chapter 16 and verses 3 to 7 please Mohammed. Is that? بله محمد رضا. بله بفرمایید کجا رو باید بخونم؟ باب 16. بله. I see to haft. باشه چشم. آنها به یکدیگر می گفتند چه کسی سنگ را برای ما از جلوی مقبره خواهد غلطانید. اما چون نگریستند دیدند آن سنگ بسیار بزرگ بود. از جلوی مقبره به کناری غلطانید شده است. چون وارد مقبره شدند جوانی را دیدند که بر سمت راست نشسته بود و ردایی سفید بر تن داشت. از دیدن او هراسان شدند. چون جوان به ایشان گفت ما ترسید، شما در جستجوی عیسی ناصری هستید که بر صلیبش کشیدند. او برخواسته است، اینجا نیست، جایی که پیکر او را نهاده بودند بنگرید. آمین. Right, thanks. And if you could also read if we could have Mohammed Ruzbehani, is it reading, sorry, Mohsen reading Luke 24, Luke Baba Bisto Chahar Aye سه تا هفت. برادر محسن لوقا لطفا آیه 3 تا 7 چپتر 24 رو بخونید. 3 تا 7 آیه چون به مقبره داخل شدند بدن عیسی خداوند رو نیافتند. از این امر در حیرت بودند که ناگاه دو مرد با جامعه درخشان در کنار ایشان ایستادند. زنان از ترس سرهای خود را به زیر افکندند. اما آن دو مرد به ایشان گفتند چرا زنده را در میان مردگان می جویند؟ او اینجا نیست بلکه برخواسته است. بیاد آورید هنگامی که در جلیل بود به شما چه گفت؟ گفت که پسر انسان باید به دست گناهکاران تسلیم شده بر صلیب کشیده شود و در روز سوم برخیزد. آنگاه زنان سخنان او را به یاد آوردند. چون از مقبره بازگشتن این همه را به آن 11 رسول و نیز به دیگران باز گفتند. زنانی
که این خبر رو به رسولان دادن. مریم ممنون ممنون ممنون. We that's the end of verse 9, so thank you. So notice that the slightly different accounts of what happens. همونطور که مطالبی رو که خونیم یه سری اطلاعات رو به ما میده که چه اتفاقاتی اون روز افتاد. Matthew says they saw an angel. توی متا میخونیم که در مورد اون فرشته صحبت میکنه. Mark and Luke talk about men in white clothing. و توی مرقس هم میخونیم که خوندیم که چه کسایی بودن اونجا و اتفاقات رو به چه شکلی در واقع توضیح دادن. The words of the angel are slightly different in each of the gospels. که توی قسمت‌های مختلف انجیل این آورده شده. So we find that Luke describes these elsewhere as an angel. So he seems to use the word man in white clothing to mean angel. توی لوقا چیزی رو که ما میخونیم صحبت‌هایی هستش که رد و بدل میشه بین اون فرشته که با اون دو نفری که اونجا بودن صحبت میکنه در مورد مسیح. This, of course, is what an angel looks like. و در مورد خب خیلی این فرشته شبیه بوده به خود مسیح. And the angels probably said a lot more than just is recorded in the Gospels, and each of them has recorded a bit of what the angel said. فرشته چیزهایی رو میگه که خب ما اونها رو خوندیم توی مرقس هم که چه چیزهایی فرشته صحبت میکنه و در مورد رستاخیزی مسیح به اون دو نفر اطلاع میده. Anyway, let's move on to the next thing that happens. This is by now the sun has just come up, and then the daylight has just started. خب حالا رخ داده بعدی که اتفاق میفته حقیقتا این هستش که اون مسیح رفته و قبل از این که خب گفته شد که قبل از این که اونها به جلیل برسن اون خودشو به اونجا میرسونه و این که حالا اتفاقات بعدی چه مواردی هستن. So Mary Magdalene tells Peter and John about the empty tomb. مریم مجدلیه در مورد خالی بودن مقبره به یوحنا و پتروس صحبت میکنه. We've already read about that, so don't need to read any more. And so the women go away from the tomb, and Peter and John run to the tomb. و بعد از اینکه اون دو نفر این رو متوجه میشن خب تصمیم میگیرن که برن و اونجا رو مشاهده بکنن. So let's read Johanna Boba Beast Aye Dova Se. خانم مهسا لطفا آیه دو و سه یوحنا باب 20 رو بخونید. Massa. Yeah, I'm here. یوحنا گفتین که آیه چند تا چنده شد؟ دو و سه خونده بودم و همار خونده بودم ولی همار قبلا خونده بودم. She sang before I read them all. But right, again. Yes. Well, yeah, but the bit where this actually happens. So if you just read that again, please. بله لطفاً دوباره بخونید. پس پتروس همراه با آن شاگرد دیگر بیرون آمد به سوی مقبره روانه شد و هر دو با هم می‌دویدند اما آن شاگرد دیگر تندتر رفته بود از پتروس پیش آمد و نخست به مقبره رسید پس خم شد نگریست و دید که پارچه‌های کفن در آنجا است اما درون مقبره نرفشم آن پتروس نیز از پی او آمد و درون مقبره رفت دید که پارچه‌های کفن در آنجا است اما دستمالی که گرد سر عیسی بسته بود نه در کنار پارچه‌های کفن بلکه جداگانه تا شده بود و در جای دیگر گذاشته شده است. پس آن شاگرد دیگر نیست که نخست به مقبره رسیده بود و به درون آمد و دید به ایمان و دید و ایمان آوازی را هنوز کتب مقدس را درک نکرده و او باید از مردگان برخیزد. آنگاه آن دو شاگرد به خانه خود بازگشتند. Thank you, Mandel. Yeah.
So at the same time, one of the women, well, maybe others as well, it sounds as though there's more than one, go back to the house and don't move again for the rest of the day. توی همون زمان یکی از اون خانوم ها که برمیگرده میره به سمت خونه که همون مریم مجلیه بوده که میره به سمت خونه که این سری توضیحات رو بده به اونها، بعد دوباره برمیگرده. وقتی که توضیح میده با اونها برمیگرده و میاد به همون مقبره. And if you work out which of the named women doesn't say anything else the rest of the day, it must be Salome. و علاوه بر اون یه خانم، اون خانم دیگه هم که کنارشون بوده همون سالومه بوده که اون هم بهشون ملحق میشه. So that's in Mark chapter 16 verse 8. Mark باب 16 آیه 8. آیه 8 لطفاً. من بخونم آیه 8 رو. پس زنان بیرون آمده از مقبره گریختند، زیرا لرزه بر تنشان افتاده بود و حیران بودند. آنها به هیچ کس چیزی نگفتند، چرا که می ترسیدند. آمین. Thank you. So that is Salome. It may be that there's others with her, perhaps. Well, it says there's more than one, so it sounds as though there are, but we don't know who the other woman is. یکی از خانم هایی که اونجا بوده همون سالومه بوده که این هم خب خیلی ترسیده بوده و مشاهده میکنه که در واقع اون چیزی رو که در موردش صحبت شده بله الان نیست و فقط کفن خالی اون هستش که اونجاست و این خیلی ترس و وحشت به اون منتقل میکنه. But Johanna and Mariam, the mother of James, are going off to tell the disciples that they found an empty tomb. مریم مادر مسیح و مریم مادر یعقوب اونها همگی برمیگردن و این چیزی رو که خودشون هم دارن مشاهده میکنن به بقیه شاگردان میگن. So Peter and John have arrived at the tomb and they go in. We've already read that. و یوحنا هم که خب میاد و مقبره رو میبینه و متوجه همه حقایق میشن. And they find it empty and they go out and go away on their own. و همگی میبینن که اونجا خالی هست و اون رفته و اونجا نیستش. Now, so it's still fairly early in the morning, but time is moving slowly on. خب این توی صبح اون اتفاق، صبح اون روز اتفاق میفته که خب اونها آماده بودن که بخوان برن اون عمل حالا قصد کردن رو انجام بدن و با این صحنه مواجه میشن. And Mary Magdalene then goes back to the tomb. مریم مجدلیه وقتی که بر میگرده. And here she is going to meet Jesus. در واقع مسیح رو میبینه اونجا. So, یوحنا باب 20 آیه 11 تا و اما مریم بیرون نزدیک مقبره ایستاده بود و میگریست. او گریان خم شد تا به درون مقبره بنگرد. آنگاه دو فرشته را دید که جامه‌های سفید بر تن داشتند و آنجا که پیکر عیسی نهاده شده بود، یکی در جای سر و دیگری در جای پاهای او نشسته بود. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریانی؟ او پاسخ داد: سرورم را بردن و نمیدانم کجا گذاشتن. چون این را گفت برگشت و عیسی را آنجا ایستاده دید، اما نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریانی؟ که را میجویی؟ مریم به گمان اینکه باغبان است گفت: سرورم، اگر تو او را برداشتی به من بگو کجا گذاشته ای تا بروم و او را برگیرم. عیسی صدا زد: مریم. مریم رو به جانب او گرداند و به زبان عبرانیان گفت: ربونی، یعنی استاد. عیسی به او گفت: بر من میاویزی را هنوز نزد پدر صعود نکردم، بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود میکنم.
بله. تا 17 گفتم درست؟ بله. And the other women arrive at the upper room, and there they tell the other disciples what they have seen. مریم وقتی که رسید تمام چیزهایی رو که مشاهده کرده بود رو به شاگردان توضیح داد. So, could you read Mata Boba 28 8? آقای امین لطفا. بله. پس زنان با هراس آمیخته به شادی عظیم بیدرنگ از مقبره روانه شدند و به سوی شاگردان شتافتند تا این واقعه را به آنان خبر دهند. And also Luca Boba 24 ای نو تو یازده. آقای محسن لطفا 9 تا 11 باب 24 لوقا. بله. چون از مقبره بازگشتند این همه را به آن 11 رسول و نیز به دیگران باز گفتند. زنانی که این خبر را به رسولان دادند، مریم مجدلیه، یوحنا، مریم مادر یعقوب و زنان همراه ایشان بودند. اما رسولان گفتند زنان را هزیان پنداشتند و سخنانشان را باور نکردند. Thanks. So John goes to the upper room as well, but not Peter yet. یوحنا هم همین مسئله رو خب میره و اونجا میبینه که اونجا خالی هست و صحبت اونها رو تایید میکنه. And the women are going to go out somewhere else, and Mary Magdalene arrives at the house. و همونطور که اون خانم ها و همون مریم مجدلیه هم اونجا بودن و وقتی که رسیده بود اونجا دیده بود که هیچ چیزی اونجا نیست. And Cleopas must have left the other disciples before Mary Magdalene arrives, and he goes off and walks to Emmaus, the village. قبل از اینکه مریم مجدلیه به اون نقطه برسه، به اونجا برسه، خب بقیه یاران هم اونجا بودن، ولی وقتی که اون میاد و این واقعه رو مشاهده میکنه، برمیگرده به اونها اطلاع میده و بعد اونها همه میان و متوجه اون خالی بودن مقبره میشن. So متا باب 28 ای 9 و 10. بله. ناگاه عیسی با ایشان روبرو شد و گفت سلام بر شما باد. زنان پیش آمدند و بر پایهای وی افتادند، او را پرستش کردند. آنگاه عیسی به ایشان فرمود ما ترسید، بروید و به برادرانم بگویید که به جلیل بروند، در آنجا مرا خواهند دید. So this is where Jesus meets some more of the women, and he now tells them to go and they tell the disciples, he tells them to go and tell his brothers who were probably in Jerusalem for the Passover as well. این صحبتی هستش که مسیح به همون کسایی که اونجا بودن میکنه و میگه که من خودم هستم و شما برید و به شاگردان من و به مردمی که اونجا هستن بگید که من برگشتم و در میان شما حضور دارم. So now we have the Jesus meeting Cleopas on the way to Emmaus. بعد از اون یک جلسه بین مسیح و یارانشون و عده‌ای که اونجا بودن برگزار میشه. And that's in Luca باب 24 آیه 13 تا 33. I think perhaps we won't read it all because it's quite long. بله، برادر محسن لوقا لطفاً باب 24 آیه 13 تا 33 رو کامل بخونید. از چند فرمون؟ 13 تا 33 رو؟ بله. اجازه بفرمایید. 13 و 13. در همان روز دو تن از آنان به دهکده می رفتن. اماوس نام واقع در دو فرسنگی اورشلیم. ایشان درباره همه وقایعی که رخ داده بود با یکدیگر گفتگو می کردن.
همچنان که سرگرم بحث و گفتگو بودند، عیسی خود نزد آنها آمد و با ایشان همراه شد. اما او را نشناختند زیرا چشمشان او را نشناختند زیرا چشمان ایشان بسته شده بود. از آنها پرسیدند در راه درباره چه گفتگو می‌کنید؟ آنها با چهره‌های اندوهگین خاموش ایستادند. آنگاه یکی از ایشان که کلوپاس نام داشت در پاسخ گفت: آیا تو تنها شخص غریب در اورشلیمی که از آنچه در این روزها واقع شده بیخبری؟ پرسید: چه چیزی؟ گفتند: آنچه بر عیسی ناصری گذشته. او پیامبری بود که در پیشگاه خدا و نزد همه مردم کلام و اعمال پرقدرتی داشت. سران کاهنان و بزرگان ما او را سپردند تا به مرگ محکوم شود و بر صلیبش کشیدند. اما ما امید داشتیم او همان باشد که میبایست اسرائیل را رهایی بخشد. افزون بر این، به واقع اکنون 3 روز از این وقایع گذشته است. برخی از زنان نیز که در میان ما هستند ما را به حیرت افکندند. آنان امروز صبح زود به مقبره رفتند، اما پیکر او را نیافتند. آنگاه آمده و به ما گفتند فرشتگانی را در رویا دیده اند که به ایشان گفتند او زنده است. برخی از دوستان ما به مقبره رفتند و اوضاع را همان گونه که زنان نقل کرده بودند یافتند، اما او را ندیدند. آنگاه به ایشان گفت: ای بیخردان که دلی دیر فهم برای باور کردن گفته های انبیا دارید. آیا نمی بایست مسیح این رنج ها را ببیند و سپس به جلال خود درآید؟ سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچه را که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود برایشان توضیح داد. چون به دهکده‌ای که مقصدشان بود نزدیک شدن، عیسی وانمود کرد که می‌خواهد دورتر برود. آنها اصرار کردند و گفتند: با ما بمان، زیرا چیزی به پایان روز نمانده و شب نزدیک است. پس داخل شد تا با ایشان بماند. چون با آنان بر سر سفره نشسته بود، نان را برگرفت و شکر نمود، پاره کرد و به ایشان داد. در همان هنگام چشمان ایشان گشوده شد و او را شناختند، اما دردم از نظرشان ناپدید گشت. آنان از یکدیگر پرسیدند: آیا هنگامی که در راه با ما سخن می گفت و کتاب مقدس را برای ما تفسیر می کرد، دل در درون ما نمی تپید؟ Thank you. So the Cleopas and his companion run back towards Jerusalem. شاگردان و خود مسیح دور هم جمع شدن توی همون اورشلیم. And Jesus meets Peter in Jerusalem, and I think it must be at this time. مسیح پتروس رو میبینه اونجا، ولی خب هیچ صحبتی بینشون رد و بدل نمیشه. Because Peter goes to the upper room and there he says, I have seen Jesus. به خاطر این هستش که پتروس اون بالا بود و توی همون نقطه مسیح رو میبینه. لوکا بابا 24 آیه 34. لطفاً آیه 34 رو هم لطف کنید برادر محسن بخونید. می گفتند این حقیقت دارد که خداوند قیام کرده است، زیرا بر شمعون ظاهر شده است. So Peter goes to the upper room and then Cleopas finally arrives there and all the disciples are together in the one place except for Thomas. بعد از اون پتروس میاد و بقیه شاگردان رو هم صدا میزنه و همه دور هم جمع میشن توی همون خونه و توی یه اتاق همه همدیگر رو ملاقات میکنن. And there Jesus appears to them still in Luke 24 and we could read verses 36 and to 45 please. Luca obbistocha ai Sio Shisto Chahelo Panj.
بله. هنوز در این باره گفتگو می کردند که عیسی خود را در میانشان ایستاد و گفت سلام بر شما باد. حیران و ترسان پنداشتند شبحی می بینند. به آنان گفت چرا اینچنین مضطربید؟ چرا شک و تردید به دل راه می دهید؟ دست و پایم را بنگرید، خودم هستم. من به دست به من دست بزنید و ببینید شبح گوشت و استخوان ندارد، اما چنان که می بینید من دارم. این را گفت و دست ها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. آنها از فرط شادی و حیرت نمی توانستن باور کنند. پس به ایشان گفت چیزی برای خوردن دارید؟ تکه ای ماهی بریان به او دادند. آن را گرفت و در برابر چشمان ایشان خورد. آنگاه به ایشان گفت این همان است که وقتی با شما بودم می گفتم این که تمام آنچه در تورات و موسی و کتب انبیا و مزامیر درباره من نوشته شده است باید به حقیقت پیوندد. سپس ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدس را درک کنند. Thank you. So we won't read John 20 as well because we're running out of time. Almost everything that's going to happen is happened. Jesus leaves them behind and they all go back to their homes and it's the end of the day. خب مسیح اون روز برمیگرده و در میان اونها قرار میگیره و توضیحات رو کامل در اختیار اونها میذاره. And that's the end of it. Thank you very much for listening, everybody. خیلی ممنون از شما دوستان که گوش دادید به کلاس امروز. So, there we go.